سلام. سلام، روز یا شبتون بخیر. چرا من میگم روز یا شبتون؟ چون یه عده از دوستان و فالوورای مهربون من توی کشورهای دیگه زندگی میکنم، برای منم خیلی پیغام میدن و ممنونتون هستم. بر صورت آرزو میکنم که همیشه خوب خوش و از کرونا بدور باشین. خب امروز میخوایم یه غذا درست کنیم. غذای شب یلدا. غذای شب یلدا. یعنی میتونه قرمز پوشیدم. میتونه غذای شب یلدا باشه. آره، رنگ یلدا کرده خودشو. رنگ این انار خوشگل کرده خودشو. خب این بهش میگن یاقوت پلو، چون دونه های انار عین یاقوته، یا انار پلو، هرجوری که شما راحتید همطوری بگید. یه جورایی نزدیک به مثلا چیزه آجیل پلو. من حالا نخوردم. نخوردی؟ آره، درستش میکنیم. حتما چیز خوشمزه میشه. هر کس انار رو دوست داره، چون تزیین روشه تقریبا، و مرغ و برنج و یه کمی هم مغز هاست، بادوم، پسته، اینا که برای روش، برای خوشگلیش چیز میکنن، تزیینش میکنن با اینا، مقدار خیلی کم. تازه اگه دوست داشتین میتونین زرشک هم بهش اضافه کنین، ولی فکر میکنم نیازی نداشته باشه این غذا. بر صورت اولین کاری که من میکنم، که میدونین خیلی علاقه دارم، پیازه که تفتش میدم. این مرغا رو که تیکای کوچیک کردم میریزم توش. حالا اکثرا چیز میکنم، مرغا رو مثلا سینه میذارن که خب راحت تره، اما من گفتم که سینه، رون، نه، همه رو تیکای کوچیک خرد کنم. خب تو خانواده بعضیا سینه مرغ رو دوست دارن، معمولا اینجوریه. بعضیا سلقای مختلف. آره، یعنی بعضی هم دیدین رون رو فقط دوست دارن. به خاطر همین میتونین از هر دو تاش استفاده کنین، ولی برای راحت بودنش بیشتر سینه مرغ که استفاده میشه یا فیله مرغ که استفاده میشه خرد میکنین، توی این پیاز تفت میدین. میریم از نزدیک میبینیم. شما آماده ای؟ بله، بفرمایید. بله، بریم که پیازا رو آماده کنیم. خب دوستان عزیز، کمی روغن توی مایتابه ریختیم و مرغایی که میریزیم که تفت بدیم. مرغا مونه که تیکه‌های کوچیک من درست کردم برای پلو. فکر می‌کنم تیکه‌های کوچیک بهتره. این یه تفتش می‌دیم، پیازی هم که از قبل من تفت دادم بهتون نشون میدم. بعد یه کمی می‌خوام که این بپزه. مرغ رو همیشه میتونیم با آب خودش بپزه، یعنی خودش آب میندازه، اصلا نیاز به آب نداره. درش رو میذاریم که پخته بشه که بعد بتونیم لای پلو ازش استفاده کنیم. خیلی غذای راحتیه. من این پیاز اینی که در ادامهش ما پیازمون رو پس اضافه میکنیم، پیازهایی که تفت دیدیم قبلا سرخ کردیم. خب پیازا رو هم تریختیم و پیازا رو هم تریختیم. حالا درشو میذارم برای اینکه مرغا بپزه. خب دوستان عزیز، من داشتم این، البته من این کار انجام ندادم، ایشون انجام داده، ولی همینجور که داشت انارا رو دون میکرد گفتم این سخت رو به من میدن. بابا پیازش به خدا از همه سختتر بود، چشم کور شد. این کار همیشگی من، البته یه خروار گریه میکنم موقع غذا بخورم. داشت انار رو دون میکرد، من گفتم که راهی رو که برای ساده تر کردن دون کردن انار هست، شاید بعضی از شما بلد نباشید. گفتم که بد نیست که ما حالا این کار اینجوری ببینید، دو نصف میکنیم از سمت وسط انار و اینو به این شکل قاشق میزنیم بهش. و اینو زودتر به من یاد ندادی. بکردم بلدی. آره، اینجوری همه انار دون میشه و دیگه نیازی نیست شما دستتون رو کثیف کنین یا قرمز بکنین. این میشه که حالا یاد گرفتی الان؟ آره باید تمرین کنم. بدم تمرین کن ببینم. همینجا تمرین کن. مسکی نمیشه. یه ذره اینو محکمتر لقش باید بکنید. قاشق رو لق بزنید.
در این حال که دستتون در نره بکنم از سرش بیشتر میاد. نه نه بده 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 ببین اینه، میتونین اینطوری بگیریم تو دستتون تمامش میریزه بیرون. ولی آره مثلا لق بد باشه این، در این حال که از دستتون در نره تو صورتتون بخوره کار سختی نیست واقعا. تمام شد، ببینیم خالی شد. خب میمونه این چهار تا دونه از این پوسته های توی انار میادین تو که با دست برش میدارین، اصلا کار سختی نیست. یه انار قرمز بود یه انار کمی صورتی رنگ بود. آره این رو در میاریم. خلاصه میشه انار رو به این شکل وقتی میخواییم تو حجم زیاد واسه خانواده خصوص واسه شب چله دون بکنی برای اینکه راحت تر بخورن و آماده باشه به همین شیوه دو نصف میکنید. از کجا؟ از پهلو، یعنی سرش کامل یه نیم دایره اینجوری خورد میکنید و خلاصه میزنید با قاشق پشتش خالی میشه. اینجوری میشه خیلی عالی و راحت. میرم که برنج رو بذارم برای آبکش کردن تا این مرحله تا مرحله بعد که اونجا روی شعله بهتون نشون بدم. خب دوستان خوب، من اینجا یه مقداری نون گذاشتم کف چیز، کمی کوچولو زعفرون ریختم روی نون، البته زیرش هم یه کوچولو سیب زمینی گذاشتم که حالا اگه خوشگل بشه خیلی خوب میشه. دارم مثلا اولین بار این کارو میکنم. ولی این برنجمونه که آبکش شده است. زیر همه اینا اول مقدار هم برنج میریزم، پلوی آبکش شده رو میریزم. بعد خیلی هم عجله داریم فوتبال رو ببینیم. آره الان فوتبال هم هست. یه مقداری از این مرغی که پختم میریزم. البته دلم میخواد که این مرغ رو بیشتر برای تزیینش استفاده کنم و بذارم برای روی غذا و روی دیس. یه کمی انار میریزم، انارهایی که دون کردیم. زیاد نمیخوام انار توی این بریزم، بازم سعی میکنم برای روش بذارم. میشه این انار رو توی این مرغم ریخت و یه تفتی داد، اما دوست ندارم شکل شمایلش از دست بره، برای همین بیشتر برای تزیین و روی غذا که همون موقع هم بزنید و میل کنید. من این پیاز رو تفت دادم و چون برای پلوی یکم بیشتر تفتش میدیم برای روی دیس. اما یه مقداری زعفرون آب کرده دارم که دوست دارم اینو بریزم. البته میشه اینو روی چیزم ریخ، روی همه این برنج که آب کش کردیم و ریختیم اینجا روی همش بریزیم که تا پایین میره. خب بنابراین من مقدار خیلی زیادی از این گوشتار نمیریزم، بلکه زعفرونم رو میریزم روی این و ببینید خیلی خوشگل میشه. حالا این زعفرون میره تا پایین و همه اینو خوش رنگ میکنه. بقیه کلو رو میریزیم. همینجوری من دمش میکنم. موادی رو که دارم میذارم برای تزیین دیسم که خب خوردن میشه دیگه. اصلا عجله نکنید خورده میشه. آره یکم جمعش میکنم. خیلی خوش رنگ و خوب میشه. آره البته زعفرونش هم خوبه، زعفرونش خیلی خوبه. این زعفرون کار خانمایی که توی مشهد زحمت میکشن این گلا رو چیز میکنن. من یه سفر کاری رفته بودم مشهد و این خانوما میرفتن گلا رو فصلش بود میچیدن، بعد میشستن این پرچما رو که همین زعفرونا باشه از توش در می آوردن. یعنی اصل دیگه خود زعفرونه و خیلی خوشبوه. واقعا دستشون درد نکنه. ممنونم از یکی از دوستان که اونجا زحمت کشید و برای من این کار رو انجام داد و به عنوان هدیه به من داد. اینه که هر وقت درست میکنم ازش یادش میکنم و ممنونش میشم بابت این قضیه. پس میرم که بذارم روی گاز روی شعله تا دم بکشه.
بریم. بله بریم. خب غذای ما آماده شد، میخواییم بکشیمش. اینجا میکشیم. امیدوارم که این دونه های انار مثل زرش پلو شد. آره دونه های انار خیلی هم خوش رنگه. البته که ما میخواییم یه مقداری برای تزیین روش هم به کار ببریم مشکان جون. و این مرغایی که زیرش گذاشته بودیم نوزه پشت هم دستت نسوزه. فکر میکنم تعدیگه خوبی هم شده باشه. اگه یه زحمت بکشی تو تعدیگم بیاری، یعنی تعدیگ اینجاست ببخشید موقع کشیدن همشه اشتباه میگم، یه ظرف برای چیز برای تعدیگش بی نظیر میشه. خب خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. شما تزیین کن، من میدرارم. آره زحمت رو شما بکشونو. خب من مرغو میذارم این وسط، یه مقداری این بغل، به به. خب یه چیز که خیلی مهمه این پیازداغیه که به به چه تعدیقی، به 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 نگاه کنید چقدر خوشگل شد این تعدیق. آره زیرش رو شعله کم بذاری. خب این دونه های اناره که میریزیم روی پلو. واقعا هم مثل یاقوت میدرخشه نه؟ خیلی قشنگ، خیلی خوشگله. فکر میکنم کافی باشه. خب یه مقداری ما پیاز میریزیم. این پیاز داغا واقعا خوشمزه میکنه غذامونو. ظاهرش به این خوشگلیه واقعا همش حتما دیگه صد برابر بهتره. میخوام اینم اینجا بذارم چون خیلی خوشگل و زعفرونیه. امیدوارم که برگرده. بله یه کمی دیگه پیاز داغ. عالی. و یه کمی دیگه دونه انار که زیباترش بکنه. فکر میکنم دیگه کافیش باشه. آره این شد غذای امروز ما، یاقوت پلو، که این دونه هاش هم مواظب باشین نیفته. یداتونم مبارک. حالا من بیارم یه لحظه اینو از نزدیک دوستان عزیزان ببینم. امیدوارم که خوشتون بیاد. بله خب روز و روزگاران بر شما دوستان عزیزم خوش باد. این غذا رو درست کنید و عکسش اگه دوست داشتید واسه من با اسم خودتون بفرستید. ممنون. یلدا هم مبارک.